درود بر همیهنان گرامی، من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم. کارگردان برنامه آقای امیر و با حضور جناب آقای امینی، محمد امینی. ایشون فرمودند که از من پرسش هایی دارند. آقای امینی سلام عرض می کنم. درود بر شما جناب مهری. من پرسش ندارم، ولی باید این رو با شما و با بینندگان گرامی در میان بگذارم که من و شما 10 سالی است که دست کم با هم در برنامه های رادیو تلویزیونی بودیم و فکر نمی کنم که در این 10 سال 15 سال هیچ پرسشگر و پاسخگری به اندازه من و شما در رسانه های دنیای ایرانی، جهانی که به هر حال زبان فارسی برش چیره است، برنامه دائم داشته باشه. ولی در این 10 سال همیشه شما من رو بر کرسی داوری نشاندید و از من پرسش هایی کردید و بسیارم سپاسگزار هستم که من پاسخگو به پرسش های بسیار ارزشمند شما هستم، جدا از برنامه های خود من. امروز و شاید در برنامه های آینده من میخوام شما رو بر این کرسی بنشونم و با هم، البته نه به عنوان مصاحبه کننده، ولی به عنوان گفتگو کننده با شما، همکار با شما، برویم به کاوش تاریخ 60 70 سال گذشته. من سن شما رو هم نمیخوام زیاد کنم، ولی دورانی که بر روی شما وارد کار رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری در ایران شدید و از این منظر شاید چند برنامه‌ای، شاید هم برنامه‌های بیشتری با هم داشته باشیم، چون من در این درازای آشنایی با شما دریافتم که به ویژه به دلیل فروتنی خود شما به این تاریخ زنده‌ای که در وجود شما نهفته است نپرداختید. جناب مهری، روزنامه نگاری در ایران خیلی خیلی دیرتر از اروپا آغاز شد. در سال 1215 هنگامی که میرزا صالح شیرازی، یکی از نخستین کسانی که برای درس آموختن به خارج از ایران رفته بود، به ایران بازگشت و روزنامه رو منتشر کرد با عنوان اخبار وقایع دارالخلافه تهران. از اون هنگام کار روزنامه در ایران آغاز شد و هنگامی که با دوران پیش از مشروطه میرسیم، به راستی باید گفت شگفت‌آور هست که در آستانه انقلاب مشروطه، در آستانه فرمان مشروطه، یا در اون دوران فرمان مشروطه، نزدیک به 100 نشریه در ایران منتشر می شده در گوش و کنار ایران و خیلی از اینها البته بسته شدن. در درازای سالهای از 1215 تا انقلاب اسلامی 57، که البته برخی دوست ندارن بگن انقلاب اسلامی، ولی به هر روی ما باید این پسوند رو به عنوان آنچه که حاصل شده استفاده کنیم، اونچه که به دست آمده، انقلاب اسلامی تا هنگام انقلاب 57، انقلاب اسلامی نزدیک به 4300 یا 400 روزنامه در سپهر روزنامه نگاری ایران به چاپه. برخی از اینها یک روز بیشتر دوام نداشتن؟ بله. یک صداهای دلخراشی از استودیو میرسه، امیدوارم به خاطر بهتر شد. بله. خیلی پوزش میخوام، بعضی وقتا این صداها که میرسه من کمی نگران میشم که نکنه ارتباط ما داره ضعیف میشه. ولی 4400 یا 500 رسانه در ایران منتشر شده. افت و خیز هم داشته، یعنی در یه دورانی شمار روزنامه‌ها بالا بوده، در دوران پس از فراز رضاشاه به پادشاهی شمار روزنامه‌ها کم شده. یکی از کهن‌ترین روزنامه‌هایی که در این دوران وجود داشته و باید گفت ماندگارترین روزنامه کهن ایرانی است، یعنی ماندگارترین روزنامه ای است که از دوران رضاشاه تا امروز
به چاپ رسیده، البته در دوران کنونی سرنوشتش کاملا متفاوت است و آدم های دیگری اون رو در دست گرفتند، روزنامه اطلاعات است. تا اونجایی که من آگاهی دارم شما کار روزنامه نگاری رو به طور جدی با اطلاعات آغاز کردید و اصلا پرسش من از شما این هست و شادم شما پرسش های از من داشته باشید. چگونه و چرا شما اصلا وارد کار روزنامه نگاری شدید؟ چرا این حرفه رو که خیلی هزینه داره در جامعه، چرا این رو انتخاب کردید؟ پاسخ بدم؟ پرسش کردم، حتما باید پاسخ بدید. شما همیشه شد. من رو بر کرسی مینشانید و از من پرسش میکنید، حالا این بار من از شما پرسش میکنم. خب ولی کیفیتش فرق میکنه. بر صورت یعنی ما با هم گفتگو خواهیم کرد، پرسش و پاسخ نیست، بیشتر جنبه اختلاط داره. برای همیهنان باید بگم، برای اینکه من با جناب مهری به یه تفاهمی رسیدم که این برنامه رو به چند هفتهی به چهره ها اختصاص بدیم، نه چهره ها و گفتا، اون هم چهره ها از یادمانده های خود آقای مهری. بفرمایید، حالا پاسخ بدید. بله البته من فکر نمی کنم این یادمانده های من برای مردم همیهنانمون ارزشی داشته باشه، ولی چون شما فرمودی من به صورت تسلیم شدم. من چون در دانشگاه دانشسرای عالی لیسانسیه زبان انگلیسی شده بودم در تابستان، در چه سالی، پیش از مشروطه یا بعد از مشروطه؟ سال 37 1337 سال 1337 37 بله. بعد قرارداد داشتیم که 5 سال به عنوان دانشجوی فارغ التحصیل دانشسرای عالی بریم تدریس کنیم و به شهرستان ها بریم، به خصوص اونایی که چیز داشتن و حال پارتی داشتن یه جوری در تهران میموندن. به من پیشنهاد کردن برو آبادان، من راستش رد کردم، بعدم پشیمون شدم. به حال کاشمر رو پیشنهاد کردن، رفتم کاشمر، ولی در کاشمر هم یعنی کاشمر رو بر آبادان برتر دونستی؟ چون خیلی آبادان شهر آبادتری و بزرگتری بوده. بله ولی خب عللی داشت که گفتنی نیست. از شاید از به هر حال نمیگم هیچ. عرض کنم که رفتم کاشمر چون گفته بودن کاشمر یه شهر ثروتمندیه و همه بچه های دانشسرای عالی که رفتن اونجا علاوه بر حقوقی که از وزارت آموزش پرورش میگیرن شهرداری اونجا هم 200 تومن بهشون میده. 200 تومن هم خب پولی بود دیگه، البته نه برای شما. 200 تومن در اون هنگام در قیاس با حقوق شما چقدر بود؟ حقوق من 300 تومن. یعنی حقوق 300 تومن بود، 200 تومن هم اضافه بود یا؟ 200 تومن شهرداری اونجا میداد بابت تشویق. بله. بعد عرض کنم که من کاشمر رو قبول کردم و با مادرم رفتیم کاشمر. همونجور که پیشبینی میشد، یعنی گفته میشد، کاشمر شهر زیبایی بود، نسبتاً شهر ثروتمندان بود، شهر دکتر اقبال نخست وزیر بود. عجب. بله و هر طرف که میچرخیدی این اسم من با تو میچرخید. بر صورت اونجا اون موقع من... دکتر اقبال هنوز نخست وزیر نشده بود. شده بود سال بله شده بود. جالبه جناب مهری، حالا بس میان سخن شما برم، دکتر اقبال و دکتر آذر از دو خانواده سیاسی کاملا جدا از هم، دکتر اقبال بر روی وفادار به دربار و محمد رضا شاه، دکتر آذر وفادار به
مصدق یاد محمد مصدق، و سپس هم در این دوران پس از انقلاب کسی که اون مقاله تند رو درباره لایحه قصاص نوشت، هر دو فارغ التحصیل دانشکده پزشکی پاریس هستند و هر دو از یک جا در واقع درس پزشکی خواندن تا اونجایی که من آگاهی دارم. اون دو نفر کی بودن؟ دکتر آذر. دکتر آذر که یه نفره. بله؟ دکتر آذر و کی؟ نه دکتر آذر پزشک. یه نفر این کارو کرده بس، نه دو نفر. یعنی چی؟ شما فرمودین دو نفر اقبال، دکتر اقبال و دکتر آذر هر دو فارغ التحصیل دانشکده پزشکی پاریس هستند. اقبال که بعد از انقلاب زنده نبود. نه، هر دو ببینید در دوران گذشته، دکتر منوچهر اقبال رو میگید، ایشون پزشک بودن. بله. و در پاریس درس خونده بودن. دکتر آذر هم در همون دانشگاه درس خونده بود. میخوام بگم از دو خانواده فکری کاملا متفاوت، ولی در یک جا درس خونده بودن. ایشون مشهدی بودن. دکتر آذر مشهدی بودش. آقای دکتر اقبال هم در واقع هم کاشمری بود هم مشهدی. بله. بین این دوتا خانوادهشون خیلی وسیع بودن. بله. بله. بر صورت من بیشتر از 7 ماه 8 ماه اونجا تاب نیاوردم. دلم برای تهران خیلی تنگ شده بود. من جایی نرفته بودم، تازه از دانشگاه، از دانشسر عالی بیرون آمده بودم، نه از مردم خبر داشتم نه از جامعه، از هیچ. منو برده بودن صاف توی مرکز شهر کاشمر، در اونجا مدرسه بود به نام نوبانیات، مدرسه نوبانیات، یه مدرسه دیگه هم بود اسمش یادم نیست. برها من در این دو مدرسه انگلیسی درس میدادم، البته انگلیسی که ما در ایران یاد گرفته بودیم، و فرانسه. فرانسه رو خودم یاد گرفته بودم چون خیلی علاقه داشتم. بعد تو هم خودم این کار کردم. بر صورت سوال شما چی بوده؟ بخشید چرا رفتیم مطبوعات؟ چرا رفتید وارد کار روزنامه نگاری شدید؟ البته من دلم میخواست که شما برگردید به دوران پیش از دوران زمامداری مصدق، اصلا بگید چگونه علاقمند به کار روزنامه، اون موقعی که خیلی جوانتر بودید، ولی بر روی وارد کار روزنامه نگاری برها شدید. بفرمید. زمان مصدق همزمان بود با کلاس 9 و کلاس 10. کلاس 9 بودید در دوران مصدق؟ 9 و 10. بله. کلاس 11 28 مرداد شده بود و ما رو از مدرسه قبلی بیرون انداختن و دارافونون. ولی شما اون زمان تا اونجایی که من آگاهی دارم وارد سیاست هم شده بودید، با حزب، با سومکا یا با گروه های حزب ملت ایران ناسیونالیست همکاری میکردید، درسته؟ حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیزم. من در اونجا بودم. ولی آشناییتون با یک شخصیتی که من خیلی دلم بخواد یه برنامه‌ای دربارش داشته باشیم، زنده یاد داریوش همایون، از همون دوران هست یا پس از 28 مرداد؟ داریوش همایون یه بار من علاقمند شده بودم، زمانی که در حزب ملت ایران بودم علاقمند شده بودم به روزنامه‌هاشون. من چون خیلی روزنامه می‌خوندم، روزنامه‌شون اسمش سومکا بود. بله. برای بچه‌های حزب ملت ایران گفتن خب برو اونجا، آقای همایون هست، ازشون بگیر هر روزنامه ای میخوای. من یه روز بعد از ظهر رفتم اونجا، آقای همایون نبود، البته آقای شاپور زنیا بود، دوست صمیمیش. بعد ایشون یه تعدادی روزنامه سومکا به من دادن، من رفتم خوندم ببینم خط مشیشون چیه، واقعا نازی هستن یا نیستن. بعد خب طرفدار شدید آلمانا بودن. بله. سومکایا. بله. بله. یک بار آقای داریوش همایون در سفری که به آمریکا داشتم، ما با هم نهار میخوردیم، چون من با اینکه از خانواده فکری کاملا جدا از ایشون بودم، خیلی ما با هم نزدیک بودیم. آقای داریوش همایون با هم نهار میخوردیم، قبل از اون جام جهانی بود که آلمان پیروز شده بود، و ایشون از من پرسیدن خب هر دو خیلی فوتبال رو دوست داشتیم، که شما به علاقمند به کدوم تیم هستید؟ گفتم خب جدا از تیم ایران که هیچ اقبالی نداره، اسپانیا.
و از ایشون پرسیدم که شما چطور؟ گفت من هنوز بر اون عهد کهن خودم هستم، طرفدار تیم آلمانم. یعنی این رو به عنوان سیاست و فوتبال عرضه می کرد و خب این صداقت ایشون جالب بود دیگه، که به هر حال از روی ناسیونالیزم ایرانی پان ایرانیستی بسیار تندرو و هوادار آلمان زندگی سیاسی خودش آغاز کرده بود، ولی در پایان کار به راستی باید بگم یکی از آزادی خواهترین و دموکراتترین انسانهایی بود که من در خانواده هواداران پادشاهی یافتم و اصلا جدا بود. یه برنامه رو ما حتما به یادمانده های شما به درباره ایشان اختصاص بدیم. ولی برگردیم به رشته گسسته سخن، مسئله رابطه شما با کار روزنامه نگاری. فرمودی که در سال بعد از کاشمر وارد، ببینید من در حزب ملت ایران که بودم، یک بار به داریوش فروهر که دبیر حزب بود، یه مدتی او دبیر حزب بود، گفتم که من میخوام با شما یه مصاحبه کنم. روزنامه دیواری حزب درست کرده بودم. اون موقع شما باید بیشتر از 16 17 سال نمی داشتید، درسته؟ من سال 31 بوده به نظرم، 15 16 سالم بود. بله 15 16 سالم بود. ایشون با من مصاحبه کرد. چجوری؟ تو حیات حزب راه می رفتیم و ایشون با من صحبت می کرد، با اون سیویلا، قد بلند، واقعا یک رشید مردی بود. و در ضمن یادش، واقعا یادش بخیر، افسوس که با چنین واقعا وحشیگری حیوانی او رو کشتن، او و همسر گرامی او رو. بله بعد اونجا یه روزنامه در می آوردن به نام آپادانا. بله آپادانا، سردبیر و مدیر صاحب امتیازش آقای سلیمان عزیما بود. بله سلیمان عزیما که برادر کوچکترش دانشگاه دیده بود، دوره افسری رو گذرانده بود و بعد از داریوش و همایون مدتی او دبیر حزب شد. یعنی شما الان در رابطه با داریوش فروهر صحبت میکنید یا اول در رابطه با داریوش فروهر صحبت میکنید؟ داریوش فروهر، ببخشید. بله من همیشه این دوتا رو قاطی میکنم. خب این فرمودید بعد از کاشمر چی شد؟ اون روزنامه رو کاشمر بازگشتید و با کار روزنامه نگاری رو با کدوم روزنامه آغاز کردید؟ کیهان، درسته؟ اگه اشتباه نکنم بذارید این رو تموم کنم. روزنامه آپادانا، من خب مطالبی با اسم مستعار میدادم، نغمات ایران پرستی نوشته نوید. شما اسم مستعارتون نوید بود اون موقع. بعد یه اسم مستعار دیگه هم داشتم، ه فروزش، ه جیمی. بله بعد با اونم یه مطالب تاریخی میدادم زیر اون عنوان. زد و داریوش و همایون و چند تا از سران حزب رو به دستور مصدق گرفتن و یکی از اونها هم سلیمان عزیما بود و قرار شد من که 16 سالم بود یه شماره روزنامه در بیارم. عجب. بله اون همزمان بود با رفاقت من در یک ساختمانی، در یک آپارتمانی که روی لغانته بود در میدان بهارستان. بله در جنوب میدان بهارستان لغانته دیده بودین؟ رستورانی بود خیلی معروف، روش هم یه ساختمانی بود که اجاره کرده بودن برای روزنامه. چون مدتی سر و صدایی نبود از حزب، من و همین آقای مسعودی اونجا میشستیم روزا با هم صحبت میکردیم و اینا، نقشه ها برای آینده میچیدیم. آقای مسعودی کدوم مسعودی؟ علی چون چند مسعودی. تا مسعودی هست؟ علی مسعودی، مسعودی بزرگ که اطلاعات رو بیرون میداد. علی مسعودی نقاش، نمیشناسین؟ ها ها، مسعودی نقاش. بله مسعودی که بعدن اومد به آمریکا و الان در کالیفرنیا زندگی میکنه. بله بله دقیقاً. بله بعد میدونید جناب مهری، اینجا کاشی برم، آقای مسعودی
در یک ماجرایی در دوران محمد رضا شاه دستگیر شد با عده‌ای. وکیل مدافع ایشان، وکیل تسخیری ایشون پدر من بود و ایشون رو به دلیل دفاعیاتی که پدر من کرد آزاد کردن و درچه من ایشون رو خوب میشناسم، آقای مسعودی رو. زمان کدوم نخست وزیر بوده؟ کدوم؟ بله؟ نخست وزیر کی بوده که ایشون رو گرفتن؟ فکر میکنم اون دورانی که ایشون رو گرفتن، درست نمیدونم، ولی اوایل دوران هویدا بود. اوایل بعد از شهریور بوده. نه دوران هویدا هیچ وقت نگرفتنه. علی مسعودی نقاش رو؟ آها، علی مسعودی. بله بله. من خبر ندارم بس. پس ما در رابطه دو نفر آدم متفاوت با هم صحبت میکنیم. بله. نه علی مسعودی من خبر ندارم که گرفتنش. بله. پس شما کدوم مسعودی رو میگید که باش مسعودی رو نقشه آینده ایران رو میکشیدید؟ علی مسعودی. بله؟ علی مسعودی یه کتابم نوشته به نام خلبازی به نظرم. خب پس این دو تا علی مسعودی متفاوته. یک بره. علی مسعودی قربان. بله. علی مسعودی نقاش. این کسی هم که من میگم علی مسعودی نقاشه. بله. همونه دیگه، خودشه. بله، خود ایشونه. بله. بله. یه بله. پسر داره و یه دختر، هر دوشون هم دکتر، پسرش دکتر مغزه. مغز انسان ها رو علاج میکنه. عرض کنم که هنوز نرسیدم به سوال شما. بر صورت بعد از این ماجرا این تو مغز من بود که باید روزنامه نویس بشم. ولی به خاطر گذران زندگی نه، به عنوان این که شوق داشتم و یه جایی هم می نوشتم. اسم روزنامه هاش یادم نیست حالا. اولین جایی که من رفتم به عنوان روزنامه نگار خودم رو معرفی کردم و گفتم من میتونم براتون ترجمه کنم، آقای امینی، روزنامه مجله خواندنی ها بود. او خیلی پیش از اینکه وارد کار اطلاعات بشین با خواندنی های امیرانی کار کردید؟ بله بله. تقریبا دو سه ماه پیش از این که برم اطلاعات، سال 37 37-38 رفتم خواندنی ها. سردبیر آقای طلویی بود، سردبیر آقای طلویی بود و مدیرم که آقای امیرانی. آقای طلویی، امیرانی یادم نیست چی به من گفت، ولی آقای طلویی به عنوان سردبیر به من گفت من به تو توصیه میکنم وارد مطبوعات نشی. نه نون داره نه آوان. عجب آدم باهوشی بوده و شما گوش نکردید. آوانان اصلا نداره. یه مطلبی داد راجع به زنان حرمهای شیوخ عرب. من اینو براش ترجمه کردم، بردم دادم، 80 تومن هم به من داد. خوب پولی بود، 80 تومن. بله. آقای منصوری رو اونجا دیدم. منصوری مترجم نویسنده معروف. بله بله بله. بله. اونم اونجا دیدم و باهاش دوست شدم. عرض کنم که ذبیح الله منصوری. بله، ذبیح الله منصوری. بله. بعدا خودم شدم رئیسش. چون من در شون پیش شما کار میکردم و ذبیح الله منصوری. بله. در سه جو سردبیر ترجمه زیادی ایشون کرده. جانم برای ترجمه خیلی زیاد شده زبیلای منصوری. خیلی، انقدرم از خودش تو این ترجمه ها دستکاری کرده و بله بله ترجمه آزاد و یه مقدار ساختگی. خیلی آزاد. بله. من آزاد ساختگی، ولی خب خوش قلم. بله. یعنی یکی که میخوند مطالب ایشون رو ناچار بود ادامه بده. بله. چون سالهای سال در خواندنی ها بود. بله. خواندنی ها آقای چیز، آقای امیرانی باهاش یه قراردادی بسته بود که این نمیتونست خودش خلاص کنه. بسته به سال و ماه بود. دلش میخواست بیاد بیرون، نمیتونست. ولی خب بعدن که من رفتم سپید و سیاه سردبیر شدم، فهمیدم ایشون به نام مستعار اونجا مقاله می نویسه.
یعنی داستان می نویسه. بر صورت من در تابستان سال 38 رفتم به یک آموزشگاه تدریس زبان انگلیسی توی خیابان قوام السلطنه. حالا متاسفانه اسم صاحبش یادم رفته، انسان بسیار شریف و بعدها آمد در امریکا و شنیدم دو سه سال پیش فوت کرده، ولی اسمشون یادم رفته، یادم بیاد میگم. رفتم اونجا، به من گفتش که چند تا کلاس به من داد، من روزانه میرفتم اونجا درس میدادم برمیگردم. یه دختر عاشق من شده، عجب، نامه نوشت و فلان اینا. من اون موقع با خانومم قصد ازدواج داشتیم، بهش گفتم که یه همچی کسی هست یه همچی نامه ای نوشته بخون، گفت من بذار من بیام ببینمش. آمد سر کلاس، نمیدونم برای چی میخواست ببینش، چیز مهمی هم نبود. جناب موری، اون دوره ای که شما وارد کار روزنامه نگاری شدید هنوز با گرفتاری سانسور و اینها روبرو نبودید، یعنی چرا؟ بودید؟ قبل از روزنامه نگاری؟ یا اصلا با موضوع سانسور در اون دوره تا حدودی آشنا شده بودید دیگه؟ بله، وقتی وارد کار روزنامه نگاری شدید. من شاید بخوام یه مقداری برگردم، برای اینکه این گفتگو رو ما بارها با هم ادامه خواهیم داد، ولی موضوع سانسور در ایران خب خیلی قدیمی است، یعنی از همون زمانی که اولین روزنامه در ایران بیرون آمد خب کار سانسور شکل گرفت و در دوران رضا شاه یه دفتر ممیزی اصلا به وجود آمد که زیر نظر آقای شمیم بود. حتما شمیم رو هم شما از نزدیک دیده بودید، میشناختید. بله، این زیر دست آقای شمیم یه کسی کار میکرد به نام محرم علی خان. بله، محرم علی خان زینعلی که درست یکی دو سال پس از انقلاب مشروطه زاده شده بود و سپس درس زیادی هم نخونده بود، به جای بالایی رسید. من فکر کردم یک اشاره کناری بکنم به این موضوع بود، که این میزان بیسوادی سانسورچیان در اون دوران به گفته زنده‌یاد ایرانی تا جایی بود که ایرانی گفته بود که اینهایی که سانسورچی هستند چون نمیدونن خیلی از مسائل، اون چی که نمیفهمن سانسور میکنن و چون هیچی نمیفهمن همه چیز رو سانسور میکنن. یه مورد بسیار جالبی از این، یک شعری از یکی از غزلهای حافظ رو در یکی از روزنامه های اون زمان، گمان میکنم شاید اطلاعات بوده، بنا بوده چاپ کنند، ولی همه اینها رو باید ممیزی ها میدیدند. همون سروده ایست که غزلی است که یکی از بندهای معروف اون که همه میدانند، غلام همت آنم که زیر چرخ کبوز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده است. یکی از بندهاش اینه که رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، که بر من و تو در اختیار نقد است. این ممیزی نفهمیده که این رضا اسم خاص نیست و این رو عوض کرده و چاپ شده به نام حسن به داده بده و از جبین گره بکشا، چون فکر کرده این رضا ممکنه به رضا شاه بر بخوره و این رو کرده حسن. یکی از کسانی که از سال 1317 وارد دفتر شمیم شد و سپس معاون او شد و بعد از شهریور 20 خیلی قدرت پیدا کرد، همین محرم علی خان زینعلی بود. شما با ایشون هم هیچگاه برخوردی داشتید؟ بله، دو بار من باش برخورد داشتم، دو بار. اول بگم که من چگونه شد که رفتم اطلاعات. بله، سوال اول شما این بود. من در جستجوی کار به مدارس میرفتم و به آموزش پرورش سر میزدم. یه روزم از توی خیابان خیام روزنامه اطلاعات دیدم، گفتم برم اینجا شد یه کاری به ما بدن. رفتم، یه پیرمردی خوش کلام اونجا نشسته بود به عنوان روزنامه اطلاعات، اینی که الان شما میبینین نبودا، ساختمان کوچکی بود. پیرمرده گفتش که، گفتم من میخوام اینجا کار کنم، مترجمم. گفتش که
این پیش از دوران مصدق هست نه؟ بعد از سال 1037. سال 37 32 رفته بود. پس دورانی است که مسعودی سناتور شده بود نه؟ به نظرم بله. بله. آره آره. عرض کنم که این آقا گفتش که فردا شب بیا، امشب جمعه، شب تعطیل اون بخش ترجمه، فردا شب بیا آقای همایون هستن، با ایشون صحبت کن. که مراد همین آقای دارش همایون. دارش همایون شنبه شب بود. بله. شنبه شب رفتم اونجا. رفتم اونجا، آقای تاراجی بود، غلام حسین سالیار بود، دو سه نفر دیگه هم بودن. بله. من گفتم آقای همایون گفتش که در آینده قابل پیش بینی، این عبارت رو از ایشون یاد گرفتم، در آینده قابل پیش بینی کاری نیست. بعد دار چیز آقای تاراجی که بعدها سردبیر روزنامه اطلاعات شد، چندی پیش هم فوت کرد، خدا بیامرز، خیلی با ما دوست بود، گفت آقای همایون بذاریم با صفحه من کار کنه. او یه صفحه داشت به نام عبور از پنج قاره. اسمش چی بود ببخشید؟ عبور از پنج قاره. عبور از پنج قاره. بله. مطالب جالب دنیا رو به من چند تا مطلب براش ترجمه کردم بردم اونجا. به تدریج هر ماه پولی میگرفتم من، تا اینکه یه روزی داریش و مهم به من گفتش که این آقای دکتر خاور ما دیگه نمیاد. دکتر خاور مترجم بود اون موقع. بله. دیگه نمیاد، شما بعدم بیا از این پس. گفتم چه ساعتی؟ گفت پنج صبح. پنج صبح؟ خودشم پنج صبح میامد، پنج یا شیش. مثلا یه روز صبح زود که من آمده بودم قبل از همایون، همایون خیلی درش یک نیروی شادی بود، اصولا خیلی همواره شاد بود. گفتش که الان که می آمدم آسمان رو نگاه کردم چقدر زیبا بود. ساعت پنج صبح خونه شدم خیابون سوا بود. منم دوره دانشگاه حالی تو خیابون سوا یه سالی رو گذروندم، دانشکدمون اونجا بود. بله. بر صورت آقای همایون منو به عنوان چیز، ولی چون خیلی چیز رو بلد نبودم به هم یاد میداد. و به این ترتیب وارد اطلاعات شدیم. به این ترتیب وارد اطلاعات شدم. بعد از چندی همایون رفت آلمان، نه ببخشید رفت امریکا، اومد. بله. امریکا آقای سالیار جاش نشست. سالیار خیلی بد اخلاق بود. بعد همایون برگشت. درگیریتون با آقای محرم علی خان کی بوده؟ چقدر اون دوست دارین؟ نه این خیلی جالب و جذابه برای مردم که این یک آدم بی سواد زاده روستایی در آذربایجان به چنون جایگاهی رسیده که همه روزنامه نگاران در ایران از او بیمهر هست داشتن. این دیگه اینو بهزادی در خاطراتش هم نوشته، در شبه خاطرات. بله. با خیلی ها در این باره سخن گفتن. البته میگن آدم بسیار با متانتی هم بوده و رفتارش متفاوت بوده با دیگران. جالب اینجاست که هیچ پیکره ای از او در دست نیست. یعنی آدمی است که اجازه نمیداده که عکسی از اون گرفته بشه. ولی بر روی درگیری شما یا اگر درگیری داشتید با این محرم علی خان در چه زمانی بوده؟ من بعد از اینکه از بخش ترجمه اخبار روزنامه اطلاعات کنار آمدم، چون 500 تومان بیشتر نمیدادن، پولی نبود، من رفتم به طرف اطلاعات جوانان و بعد که آقای احرار سردبیرش بود، از احمد اونجام احرار، از اونجا رفتم اطلاعات هفتگی که آقای ارونقی تازه سردبیرش شده بود. ارونقی کرمانی اخیراً فوت کرد. بله بله. بعد شما به این ترتیب با همه بزرگان روزنامه نگاری ایران سر کار داشتید. حالا امیدوارم همه از بزرگان باشن. ولی یه روزی من از راه رسیدم، هاشم محجوب
که معاون ارونقی بود گفت آقا چیکار کردی؟ اونم فوت کرده بودی. چیکار کردی؟ محرم علی خان اومده اینجا کارت داشته. من هم ترسیده بودم. من چیکار کردم؟ ما رو الان نبرن شهربانی. چون شهربانی میمد دو قدم را بود. خلاصه آمد. آمد و من از وحشت با همون کت و شلوار سیاه یعنی آره درش همون بوده. شما که ندیده بودینش؟ نخه، ولی همه جا خوندم که اصلا مربوط معروف بود به مرد سیاه پوش. یکی از کسانی که شما باش کار کردید رحمت مصطفی اسم اون رو گذاشته بود ژاور، یعنی اون شخصیتی که در کتاب بینوایان معروف همیشه دنبال ژان والژان بوده به این میگفته ژاور. دکتر مصطفی یکی از بهترین فرانسه دونهای ایران بود، خدا بیامرزش. با شما کار میکرد احمد مصطفی؟ مدیر من بود، مدیر روشنفکر. حالا ما تک تک این آدم ها رو در برنامه های دیگه بله، با هم باز خواهیم کرد، ولی ادامه بدید سخنتون رو. بله، گفتش که شما یه مصاحبه ای کردین. گفتم چه مصاحبه؟ یه مصاحبه کردین با یه نفر افریقایی جنوبی به انگلیسی و این آدم به اصطلاح روند حوادث آینده رو برای شما تشریح کرده، بگو ببینم کی بوده. گفتم فلانی. گفت شهبانو. گفتن اینو به ما معرفی کن. خب دل من هر ریخته بود پایین. حالا دیگه حالم خوب شد. گفتم خب این آدرسش، اینم تلفنش. دیگه نمیدونم. پس محرم علی خان شما رو گرفتار نکرد؟ نه، یه جای دیگه گرفتار کرد. عجب. بله، یه شبی سندیکای نویسندگان به مناسبت سال تأسیسش یه جشنی گرفته بود، نمیدونم کجا هم بود، یادم رفت. در اونجا یه وقتی نوریزاده، همین نوریزاده که میشناسینش، نوریزاده اون موقع توی مجله فردوسی یه چیزی آقای نوریزاده که الان در لندن یک در لندن هستن. بله. بله. علیرضا نوریزاده. علیرضا نوریزاده. این اومد پشت میکروفون خلاصه گریه کنان گفت ما الان شنیدیم که ناصر فوت کرده. ایشون هم خیلی عرب و فیل بود اون زمان. بله. حالا نمیدونم عربا رو دوست داشت. عربا میشونه دوست داشتم. بله. بله. خلاصه در این موقع داری شما این به من زنگ زد، تو جمعیت منو پیدا کردیم، زنگ زد. من رفتم دم تلفن، گفت آقا شنیدی؟ گفتم بله. گفت برو روزنامه بده. حالا چند ساعت 11 شب، روزنامه تعطیل، چاپخونه تعطیل، باید همه این کارا رو من بکنم، تمام کارگرا رو بیارم، تمام نویسنده‌ها رو بیارم. حالا به جای 16 صفحه 8 صفحه بدیم. برای این زمانی است که شما سردبیر آیندگان هستید. سردبیر آیندگان بودم. بله. بله. چون شما می‌خواستین ببینین. بله درسته. بله. گناه از بنده است. بله. خواهش می‌کنم. خلاصه ما همه این کارا رو کردیم. آقای فرهنام مدیر چاپخونه بود. پیداش کردیم، نصف شب آوردیمش. بچه‌های دیگه چاپخونه رو آوردیم. بچه های دیگه که کارهای خبری و اینا میکردن همه رو آوردیم و خودمونم یه چیزایی نوشتیم و مجله آماد، روزنامه آماده شد در 8 صفحه. من وارد روزنامه این شماره ویژه مربوط به مرگ ناصر بود. بله، بله، شماره ویژه بود ولی 8 صفحه بود. ولی خب اون زمان میدونید که ناصر با محمد رضا شاه دشمنی خیلی خیلی ژرفی داشتن و محمد رضا شاه از او بدش می اومد، بنابراین یه درگیری میان ایران و مصر وجود داشت که خب همین دلیل نذاشتن. قبل از اونم جمهوری متحده عربی درست شده بود، به یه معنا اینها همسایه ایران شده بودن چون عراق هم پیوسته بود، بنابراین یه دشمنی بسیار کینه‌توزانه جدی میان ناصر و شاه وجود داشت. خلاصه من صبح ساعت 6 بود، هوا روشن شده بود، از توی
حیات چاپخونه به طرف چاپخونه داشتم میرفتم، دیدم یه پیرمردی جلوی من وایساد، گفت چیکار داری میکنی؟ گفتم فهمیدم کیه، گفتم روزنامه محرم علی خان. بله دیده بودمش خیلی. گفتم که روزنامه میدیم آقای داریش و مایونم در جریانن. گفت نمیخواد بدی، بگو حروف رو پخش کنن، هیچی دیگه. داریش و مایون فکر کرده بودش که ما فردا صبح به عنوان یک روزنامه صبح اولی خواهیم بود که در ایران یه همچین گزارش میدیم. خب ولی خب نذاشت دیگه چپ بشه. یعنی محرم علی خان در اون دوران انقدر قدرت داشت که از آقای داریش همایون بیشتر نفوذ داشت در دولت؟ بله بر... یعنی اون میتونست جلوی داریش همایون رو بگیره. نماینده شهربانی بود دیگه. خب البته یعنی باید خیلی خیلی آدم با نفوذی با ارتباط با ساواک و غیره بوده باشه که بتونه جلوی انتشار شماره ویژه آیندگان رو بگیره. بهش دستور میدادن دیگه. بله دستور میدادن. من نمیدم نصف شبی چگونه فهمیده بود صبح ساعت 6 اومد اونجا. حتما یکی از کسانی که کار میکرده در آره چاپخانه بهش گزارش میداده. اینه الان فکر کردم آره. ولی همچین نفوذی داشتی محرم علی خان. آره. این اون زمان باید چون اگر سال 1288 اونجا آمده باشه، در اون زمانی که شما سخن میگید که در سالهای دهه 50 هست اگه اشتباه نکنم، یا شاید پایان دهه 40 سال 49 75 80 سال سال 49 سال 49 من سردبیر آیندگان شدم. 39 بوده بله، بنابراین 40 41 بوده این اتفاق. بله میفهمید. 49 49 چیز بود ایرانی شمسی. بله بله همون منظورم همینه. سال 40 سال 40 سال 49 بله 49 بود سال 49 همون. بله. سال 49 همون سالی که در نتیجه ناصر فوت کرد، حدود 70 خورده ای سالش بوده در اون هنگام. بله دقیقاً همون حالت رو داشت. بله یه چی دیگه من زنگ زدم به همایون گفتم این نذاش ما روزنامه رو بدیم. یعنی اصلا این شماره منتشر نشد هیچگاه؟ این شماره مطالب مهمش در روزنامه فردا صبح آمد. بله بله شماره ویژه نیامد. بله روز شنبه صبح. بله. جمعه بود، ما داشتیم جمعه روزنامه میدادیم. ها گفت جمعه ها جزء روزهایی که شما باید روزنامه دین نیست. گوش کردین؟ بله بله بله. شما در این دورانی که کار روزنامه نگاری میکردید، خب به نظر شما در میان سردبیرانی که باشون سر کار داشتید، از اطلاعات روشنفکر، اطلاعات جوانان، هفتگی، سپس آیندگان و دیگر رسانه‌هایی که کار می‌کردید، روزنامه‌هایی که کار می‌کردید، کدوم یکی از این سردبیران به نظر شما یه مقدار آزادی بیشتری برای کار روزنامه‌نگاری به روزنامه‌نگاران می‌دادن؟ والا احرار به نظر من بهترین بود. احرار؟ احرار در مجله جوانان. منتها این مجله بعد از روی کار آمدن امینی تعطیل شد متاسفانه. آقای احرام هم پیوست به روزنامه اطلاعات، منم پیوستم به مجله اطلاعات هفتگی. بله که قبلا هم یک کمی باش کار کرده بودم. ولی احرار از همه آزادتر جوانتر دست روزنامه نگاران رو میگذاشت به نظر شما؟ از قدیم با هم یه دوستی داشتیم. اون موقع که من حزب ملت ایران بودم، تو خیابون شاه‌آباد که میمدم رد بشم، ایشون با امیر موبور و دو سه نفر دیگه وایساده بودن همیشه حرف میزدن. ایشون روشنفکر اونا بود. امیر موبور میشناسین؟ امیر موبور یک کسی بود که با خنجر به جون توده‌ای ها میافتاد. عجب. آره باید حتما یا سرگذشتشو بخونین. شما که سرگذشت اون بابا رو پیدا کردین، مردم علی خانه اینم بهتر میتونین پیدا کنین. بله موبور رفت آلمان بعدها. بله برگشت چی شد؟ همین موبور خیلی معروف بود. شما بله. چون بله. دو سه سال بعد از او بعد از برو برو او به دنیا آمدین. سال 33 نه؟ 32 32 بله. دیدین یه سال کم کردم.
شما در اون دوران با آدم های اصلی روزنامه کیهان هم آشنا بودید، مثل نه با کیهان برادران نه. مثلا عبدالرحمن فرامرزی رو هم میشناختید؟ نه. میدونستم کیه ولی باش ملاقات نکرده بودم. با کیهانی اصلا ما رابطه نداشتیم. یعنی یه خانواده روزنامه نگاری در ایران نبود که همه با هم ارتباط داشته باشن؟ چرا، در سندیکا چرا؟ چرا در سندیکا بود؟ در سندیکا، بله، سندیکای نویسندگان، دموکرات ترین سندیکای ایران و قانونی ترین اونها بود و خیلی هم پیشرفت کرد. یکی از کارهای مهمی که کرد این بودش که با کمک هویدا یک زمینی از دولت گرفتن به مبلغ کم و اونجا نمیدونم 120 خلاص تعداد زیادی آپارتمان ساختن برای نویسندگان که منم اون آپارتمان دارم 180 متره و چندین بار اینا رو در واقع اجاره میدادن یا اصلا مال خود ما میشد؟ پول میدادیم، پول میدادید و میگیره متا با هزینه کمتر. آره احسنت، با پشتیبانی دولت. این کار هویدا کرد ها؟ این کار هویدا کرد و آقای شهبازی معاونش. بله، شهبازی الان لندنه. بله خب کار بسیار نیکی بوده برای نویسندگان و روزنامه نگاران. پس این سندیکای چندین بارم آمده بودن نویسندگان و روزنامه نگاران به داوری شما یکی از آزادترین و دموکراتترین سندیکاها بود. چون خود منم سردبیرش بودم. شما سردبیر سندیکا شدید؟ دبیرش بودم یک سال، هر کی یک سال. همایون سال اول، سال سوم دیگه نیومد. بقیه هم کسای دیگه بودن، اسمشون یادم نیست الان. بله، برابر این نام هایی که در این برنامه امروز ما با هم یاد کردیم، اگر موافق باشید در برنامه هفته آینده یکایی که اینها رو یاد کنید، شما رو باز من کنید. منم از لابلای آنچه خواندم، البته خیلی از اینها رو نمیشناسم، سر همیهنان رو درد بیاریم. 31 ثانیه مونده. نه اینا درد نمیاریم، اینا بخشی از تاریخه. 23 دقیقه مونده به پایان برنامه. چقدر دیگه مونده قربان؟ 20 دقیقه. 20 دقیقه به برنامه مونده؟ 20 ثانیه. بله خب بفرمایید، بنابراین ادامه بدید شما. 20 ثانیه مونده. 20 ثانیه؟ فکر کردم گفتید 20 دقیقه مونده. 20 نه اشتباه کردم. پس بنابراین ما هفته آینده این برنامه رو چهره و گفته ها رو در واقع بیشتر درباره چهره هایی که شما میشناسید دنبال خواهیم کرد. موافقید؟ اگه خوب باشه برای چرا نه. اگر مردم حالا زنگ بزنن و خوشحال باشن ما ادامه خواهیم داد. همین. من از شما سپاسگزارم که من رو به عنوان همکار در این برنامه شرکت بدید. مخلص شما هستیم. سپاسگزارم. قربان شما. شب روزتون خوش. شب روز همیهنان گرامی هم خوش. و با سپاس از کارگردان برنامه آقای امیر.